سرخط خبرها. هشدار رئیس جمهوری ایران درباره کاهش ذخایر آبی، صدور مجوزهای بی‌رویه برای برداشت آب‌های زیرزمینی از عوامل بحران. واکنش ایران به سخنان ترامپ در مورد گفتگو با تهران. شمخانی می‌گوید که ایران به درخواست آمریکا پاسخ منفی داده چون اعتماد ندارد. طالبان تایید کرد که هفته آینده با آمریکا مذاکره می‌کند، اما محل مذاکرات از عربستان به قطر تغییر کرد. And the Golden Globe goes to Rami Malek. و شکست لیدی گاگا از فردی مرکوری. رپسودی بوهمی برنده بهترین فیلم داستانی گلدن گلوب. سلام، عصر شما بخیر. خوش آمدید به اولین بخش خبری دوشنبه 17 دی 97 در تلویزیون فارسی بی بی سی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره کاهش ذخایر آبی هشدار داد. آقای روحانی در دیدار با مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی گفته که صدور مجوزهای بیش از اندازه برای برداشت آب‌های زیرزمینی باعث به وجود آمدن مشکلاتی در آینده خواهد شد. او مشکل آب را از مسائلی خوانده که با امنیت مردم ارتباط دارد. در سالهای اخیر کم آبی از عوامل اصلی اعتراضات در مناطق مختلف ایران بوده. حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست از شفیلد در بریتانیا با ماست. آقای پوران، آیا با گفته آقای روحانی که در بخشی گفته که مشکل کم آبی ارتباطی به تکنولوژی نداره موافقید؟ بله، نه ضرورتاً. به این دلیل که البته خب قطعا نظرات خیلی متفاوته. این گونه که بنده این مسئله رو می‌بینم، نه، با تکنولوژی مرتبط هست. به این دلیل که عمده، به خاطر اینکه اجازه بدین این مقدمه بگم، در گذشته‌های دور کشاورزا بر سر حق آب با هم بحث و جدل داشتن. بعد پمپ‌های آب اومد وارد کشور شد، چاه‌ها عمیق‌تر شدن، برداشت بیشتر شد، با این تصور که حالا ابزار در اختیار ماست، در حالی که ابزار فقط کار راحت‌تر کرده بود، به ذخایر تغییر نداده بود، افزایش نداده بود اینا رو. و بعد این ذخایر کم شدن، عمق چاه‌ها افزایش پیدا کرد، دبی آب کمتر شد، همه فهمیدن که نه، ذخایر داره کم میشه. با تکنولوژی مرتبط است. به این دلیل که مصرف عمده مصرف آب ایران، همونطور که بارها افراد مختلف گفتن، در کشاورزی است، کشاورزی کم بازده. و این اگر تکنولوژی مناسب باشه، در دنیای امروز از پهپاد گرفته برای پایش زمین‌های کشاورزی تا روباتیک برای ماشین‌آلات کشاورزی تا هوش مصنوعی، همه اینا استفاده میشه. وقتی این تکنولوژی به کار بیاد، با مصرف کمتر آب شما مقدار بیشتری محصول خواهید داشت، چون تکیه بر داشتن امنیت غذایی و خود اتکایی در بخش کشاورزی است. شما قطعاً با داشتن تکنولوژی بروز، اگر غیر از این بود که سایر کشورها سراغ این نمی‌رفتن، برابر این تکنولوژی قطعاً باعث کم هدر رفتن آب میشه و کمک میکنه به بهبود ذخایر آبی کشور، اما قطعاً کافی نیست، اما کمک خواهد کرد. آقای پوران، اگه کوتاه لطف کنید، آیا از دید شما مشکل محیط زیستیه یا دلایل دیگه‌ای هم داره؟ مشکل مجموعه همه شرایط هست. بخشش محیط زیست هست، بخاطر اینکه اگر بحث از محیط زیست، تغییر اقلیم هست، کشور داره میزان خشکسالیش یا کمبود بارندگی ها و تناوبش کمتر میشه و پراکندگیش بیشتر میشه، این مسئله است. اما قطعا مدیریت تاثیر قابل توجهی داره، بنابراین نمیشه همه رو به دوش محیط زیست گذاشت. یک مجموعه از عوامل هست که مدیریت قسمت عمدهش است. متشکرم. حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست با ما. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران اعلام کرد که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی فعال کارگری فردا در این کمیسیون بررسی می شود. حشمت الله فلاحت پیشه مشخص نکرده که چه کسانی در این جلسه شرکت خواهند کرد. آقای بخشی، یکی از نمایندگان کارگران شرکت هفت‌تپه، گفته که در بازداشت شکنجه شده. وکیل آقای بخشی میگوید که افراد مختلفی به موکلش فشار می آورند که ادعایش درباره شکنجه را پس بگیرد. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران پیشنهاد همه پرسی درباره حجاب اجباری داده. آقای مطهری در سخنرانیش با موضوع حجاب گفته با شناختی که از جامعه دارد، اگر برای حجاب رفراندوم برگزار شود، جامعه به حجاب رأی خواهد داد.
به گفته آقای مطهری در حال حاضر اجبار در حجاب وجود ندارد، اما اگر شکل خاصی از حجاب مثل چادر یا روبنده را اجباری کنند به معنی اجبار است. در برنامه امروز هشتگ شما درباره پیامک‌های تبلیغاتی در ایران صحبت می‌کنیم. از مزاحمت تا کلاهبرداری این مشکل با وجود بعضی از راه حل‌ها همچنان ادامه دارد. وزیر ارتباطات ایران هم در توییتر به هزینه بالای رسیدگی به تخلف‌ها اشاره کرده و از مردم درباره راهکارها نظرخواهی کرده. امروز از شما می‌پرسیم چه تجربه‌ای از تبلیغات تلفنی مزاحم دارید؟ به نظر شما چرا مشکل حل نشده و چه راه حلی پیشنهاد می‌کنید؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم از یکی از این راه‌ها که الان روی صفحه می‌بینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو می‌تونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @bbcshuma. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. بحث بین ایران و آمریکا بر سر اینکه کدام طرف به دنبال مذاکره با آن یکی است بالا گرفته. دیشب رئیس جمهوری آمریکا گفت که وضع ایران خیلی بد است و به همین خاطر به دنبال گفتگو با آمریکاست. امروز دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که آمریکایی‌ها پیغام دادند که بیایید مذاکره کنیم. بهرنگ تاجدین نگاهی کرده به تازه‌ترین پرده از این جنگ لفظی. 4 سال پیش در همین روزها بود که وزیران امور خارجه ایران و آمریکا در ژنو قدم زنان مذاکره می‌کردند. بعید است به این زودی‌ها دوباره شاهد چنین صحنه‌هایی باشیم. ولی هر یک از دو طرف می‌گویند که دیگری به دنبالش است. البته الان پیام میدن. دروغ میگه ترام، میگه ایرانی یا پیام میدن. تو افغانستان 2 نفر نماینده به من مراجعه کرد که آمریکایی آمده مذاکرن. چه چارچوب مذاکره کنه؟ کی متعهده به اونی هستش که شما امضا میکنی؟ متعهده به اجراست. کمتر از 24 ساعت قبل رئیس جمهوری آمریکا گفته بود این ایرانی ها هستند که به دنبال باز کردن در گفتگو هستند. از وقتی که من توافق وحشتناک هسته‌ای رو کنار گذاشتم وضع ایران خیلی خراب شد. تأثیر خیلی زیادی روی ایران گذاشته. نیروهاشون رو دارن از همه جا عقب میکشن. وضعشون خوب نیست. میخوان مذاکره کنن. حرفی که با واکنش دستگاه دیپلماسی ایران مواجه شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ گفت ترامپ صرفاً آرزوهای باطل و محال خود را بیان میکند که با واقعیت‌های موجود هیچ تطابقی ندارد. ترامپ بداند که ملت ایران هیچگاه در برابر فشارهای ظالمانه آمریکا سرفرود نخواهد آورد. آن هم در برابر حاکمانی که تحریم را به جای تکریم و دیوار را به جای پل برمی‌گزینند. دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نشان داد که دونالد ترامپ به مذاکره رو در رو با رهبران کشورهای متخاصم آن هم در برابر دوربین‌های تلویزیونی علاقه‌مند است. ولی ترک برجام و بازگرداندن تحریم ها از یک طرف و انتخاب جان بولتون دشمن قدیمی جمهوری اسلامی به عنوان مشاور امنیت ملی از طرف دیگر بی‌اعتمادی بین مقام های ایران و آمریکا را بار دیگر به دیواری بلند تبدیل کرده. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا قرار است از اسرائیل به ترکیه برود. مأموریت جان بولتون هماهنگی با ترکیه بر سر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه است. آقای بولتون به دنبال آن است که مطمئن شود ترکیه به همپیمانان کرد آمریکا حمله نخواهد کرد. حدود 2000 سرباز آمریکایی در سوریه مستقر هستند که به همراه متحدان کردشان با داعش می‌جنگند. شیار گل گزارش می‌دهد. سفر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به منطقه. مأموریت او توجیه تصمیم رئیسش برای خروج سربازان آمریکا از سوریه. جان بولتون در سفری 2 روزه به اسرائیل در دیدار با نخست وزیر این کشور از اسرائیل در مقابل آنچه تهدیدات ایران در سوریه خواند حمایت کرد. جنگ سوریه باعث مشکلات زیادی در مرزهای اسرائیل شده. ما درباره تصمیم رئیس جمهوری برای خروج از شمال شرق سوریه گفتگو می‌کنیم تا به نحوی از سوریه خارج شویم که داعش کاملا نابود شود و نتواند بازگردد و خطری برای اسرائیل و دوستان ما در منطقه شود. ما همچنین باید از متحدان کردمان که در کنار ما با داعش جنگیدند حفاظت کنیم. جان بولتون پس از سفری 2 روزه اسرائیل را به مقصد ترکیه ترک کرد. اما پیش از سفر او به ترکیه ابراهیم کالن سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه سخنان آقای بولتون درباره خطر ترکیه برای کردها را غیر منطقی خواند و گفت
مشکل ترکیه PKK، PYD و YPG است. یک گروه تروریستی نمیتواند متحد آمریکا باشد. هدف ترکیه پاکسازی سوریه از تمام گروه‌های تروریستی است. ترکیه نیروهای کرد YPG که مؤثرترین نیروهای متحد آمریکا در جنگ با داعش در سوریه بودند را بخشی از PKK می‌داند و آنان را خطری برای امنیت ملی خود. ترکیه بارها تهدید کرده که به کردها در شرق رودخانه فرات در سوریه حمله خواهد کرد. در چند هفته گذشته هزاران تن از شبه نظامیان سوریه متحد ترکیه و نیروهای ارتش این کشور به مرز با مناطق تحت کنترل کردها منتقل شدند. اعلام ناگهانی تصمیم ماه گذشته دونالد ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکا از سوریه با مخالفت‌های زیادی روبرو شد. او دیروز بار دیگر بر خروج از سوریه تأکید کرد. وقتی 5 سال پیش نیروهای ما به سوریه رفتن، قرار بود 3-4 ماه بمونن، اما هیچ وقت اونجا رو ترک نکردن. ما نیروهامون از سوریه خارج میکنیم، اما هیچ وقت نگفتم که این کار رو سریعا انجام خواهیم داد. بسیاری از متحدان نزدیک به رئیس جمهوری آمریکا تصمیم او برای خروج از سوریه را درست می‌دانند، اما شیوه و زمان آن را اشتباه. ما می‌خواهیم 3 چیز قبل از خروج سربازان ما از سوریه عملی شود. می‌خواهیم مطمئن شویم وقتی ما خارج شدیم کردها سلاخی نشوند. من به ترکیه اعتماد ندارم که از کردها حمایت کنند. ما نیاز به برنامه‌ای برای محافظت از کردها و دیگران داریم. باید مطمئن شویم داعش باز نخواهد گشت و ایران در سوریه برنده اصلی نخواهد شد. دونالد ترامپ 3 هفته پیش اعلام کرد که نیروهای این کشور به زودی از سوریه خارج خواهند شد. تصمیمی که استعفای وزیر دفاع و نماینده ویژه او را به دنبال داشت. مخالفت‌ها در آمریکا دونالد ترامپ را وادار به تجدید نظر کرد. تا به حال هیچ یک از سربازان آمریکایی از سوریه خارج نشدند. این سربازان در شرق سوریه در منطقه دیر زور به همراه نیروهای دموکراتیک سوریه که اکثرا کرد هستند با باقی مانده داعش در جنگند. ژیورگول BBC. علی سعدزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت و آلمان با ماست. آقای سعدزاده، از حرف‌های آقای بولتون چنین برمیاد که برگشتیم خونه اول تا نابودی کامل داعش، و اصلا انگار که آقای ترامپ نگفته بود قرار نیروهاشو خارج بکنه از سوریه. کاملا درسته این حرفایی که آقای بولتون امروز در اسرائیل زد، در حقیقت تجدید نظر در سیاست اعمال شده توسط آقای ترامپ هست. یعنی شرط این که ما زمانی از سوریه خارج میشیم که داعش رو کاملا نابود کرده باشیم، خب یه شرطی است که انجامش زمان میبره و زمانش هم معلوم نیست که تمام میشه. شرط دومش این که ما در اونجا خواهیم موند تا زمانی که مطمئن بشیم که کردهای شمال سوریه در امنیت هستن. این هم شرطی است که با توجه به هدفهای ترکیه به این سادگی بهش دسترسی پیدا نمی کنند. ولی به همین با این صحبت آقای بولتون، ما دوباره همونجور که شما گفتید برگشتیم به خانه اول. آمریکا فعلا ماندنی هست. رفتن نیروهای آمریکا از سوریه فعلا به آینده موکول شده. آینده‌ای که ما هنوز نمیدونیم که هست، بستگی به شرایط خود سوریه داره. واکنش ترکیه چه خواهد بود؟ ترکیه در یک موضع بسیار سختی هست. از یک طرف همونطور که گفتم آمریکا معتقد هست که نیروهای کرد سوریه بهترین متحدین آمریکا هستند، حتما بایستی امنیتشون تأمین بشه. این رو نه آقای بولتون گفته، بلکه احتمالاً فردا آقای پومپئو در مسافرتی که به منطقه میکنه تکرار خواهد کرد و تا به حال چندین بار این مسئله رو گفتن، همه متحدان آمریکا این مسئله رو گفتن. به همین علت ترکیه در یک موضعی هست که مجبور از کارت روسیه استفاده کنه. الان همونطور که میدونید بین آمریکا و ترکیه بر سر خرید سامانهای ضد دفاعی بحث شدیدی هست. ترکیه اعلام کرده که میخواد S-400 روسی رو بخره، ولی ترکیه عضو ناتو هست، حق نداره که چنین کاری بکنه و اسلحه روسی بیاره در ارتش ناتو. ولی در این حال فردا آقای بولتون میره اونجا، باید منتظره نتیجه صحبت ها باشیم. روزنامه وال استریت جورنال نوشته که قرار هست که فروش دستیات آمریکا به ترکیه اونقدر باشه که آمریکا بتونه با ترکیه یک توافقی و هماهنگی انجام بده، حتی در مورد سوریه. و اینکه انجام خواهد گرفت و چگونه، بایستی آینده ثابت بکنه.
متشکرم علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه با ما. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. در ملاقات با مدیران وزارت جهاد کشاورزی، رئیس جمهوری ایران درباره کاهش ذخایر آبی هشدار داد. در ادامه کش و قوس بر سر گفتگوی احتمالی ایران و آمریکا، هر دو کشور میگویند طرف مقابل به دنبال گفتگو با آنهاست. در ادامه برنامه. And the Golden Globe goes to Rami Malek. شکست لیدی گاگا از فردی مرکوری در مراسم گلدن گلوب. گروه طالبان گفته با نمایندگان آمریکا در قطر دیدار خواهد کرد. این چهار رومین گفتگوی این گروه با مقامهای آمریکایی درباره مذاکرات صلح افغانستان خواهد بود. دولت افغانستان اما در هیچ یک از این نشست‌ها حضور نداشته. پیشتر گفته شده بود قرار است ادامه نشست ابوظبی در جده عربستان برگزار شود. علی حسینی خبرنگار ما از کابل به ما پیوسته. علی، چه جزئیاتی راجع به این نشست می‌دونیم و چرا جابجا شده محل برگزاریش؟ آنطور که منابع طالبان به بی بی سی گفتند، نشست قطر قرار است در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آینده برگزار شود. گروه طالبان معمولا در نشست‌های قبلی و در این نشست آینده هم روی سه موضوع تاکید می‌کند که مثل گذشته، یکی درخواست برنامه خروج نیروهای خارجی از افغانستان، آزادی زندانیان این گروه و همچنین حذف نام سران این گروه از لیست سیاه. مشخص نیست که جانب آمریکایی، حالا مشخصا زلمه خلیلزاد، چه خواسته ها و چه موضوعاتی را از گروه طالبان خواسته، اما گویا گفته شده که آقای خلیلزاد در پی آن است، در تلاش آن است که طالبان را راضی کند که به پای میز مذاکره و گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان بنشیند، موضوعی که تاکنون نتانسته آن را عملی کنه و طالبان با جدیت همچنان میگن که حاضر نیستن با نمایندگان دولت افغانستان بنشینند. پیش از گفته شده بود که ادامه نشست ابوظبی قرار است در ریاض و عربستان برگزار شود، اما در همان زمانی که این موضوع مطرح شد، طالبان گفتند که هیچ برنامه‌ای برای حضور در این نشست ندارند و از هیچ یک از طرف‌ها هم برای شرکت در این نشست دعوت یا مسئله مطرح نشده که بخواهند در این نشست شرکت کنند. مشخص نیست که چرا نشست عربستان تغییر کرد به نشست قطر، اما بعضی از خبررسانی‌ها و بعضی از منابع میگن که گویا دولت افغانستان از بعد از اینکه گفتگوی تلفنی هم بین رئیس جمهور افغانستان و شاه عربستان صورت گرفته، گویا دولت افغانستان از پادشاه عربستان خواسته بوده که طالبان راضی کنن که در این نشست دولت افغانستان هم شرکت داشته باشد. مشخص نیست، اما به نظر میرسه که یکی از دلایلی که تغییر کرده شاید این باشه که دولت عربستان از طالبان خواسته باشن که در این نشست با دولت افغانستان رو در رو و به صورت مستقیم صحبت کنن. گرچه نشست‌های دیگری هم در رابطه با صلح افغانستان قرار است برگزار شود، از جمله نشست ترکیه با سران و نمایندگان پاکستان و افغانستان و ترکیه. متشکرم علی حسینی خبرنگار ما از کابل. پلیس تایلند میگوید رحف قانون را برخلاف خواست خودش به کشورش باز نمیگرداند. رحف دختر 18 ساله عربستانی است که میگوید به دلیل ترس از امنیتش فرار کرده. او میگوید به تازگی از دین اسلام روی گردانده و میترسد خانواده‌اش او را بکشند. ریحانه مظاهری گزارش میدهد. تا یکی از اعضای کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل رو نبینم، این اتاق رو ترک نمی کنم. من پناهندگی می خوام. این چهره نگران رحف محمد القنون است. دختر 18 ساله‌ای که میگوید به قصد فرار از خانواده‌اش از کشور خارج شده و حالا اینجا در بانکوک گذرنامه‌اش را گرفتند و میخواهند او را برگردانند. او میگوید از اسلام روی گردانده و اگر به کشورش برگردد، خانواده‌اش او را خواهند کشت. رحف همراه خانواده‌اش به کویت سفر کرده بود که تصمیم می‌گیرد از طریق تایلند خود را به استرالیا برساند، کشوری که می‌گوید ویزایش را داشته اما پاسپورتش پس از رسیدن به تایلند توسط یک مقام سعودی ضبط شده. ماجرای این دختر 18 ساله اهل عربستان البته از سوی پلیس تایلند به شکلی دیگر شرح داده شده. پلیس می‌گوید این دختر از یک ازدواج از پیش تعیین شده گریخته و تنها دلیل تصمیم برای برگرداندن این دختر به کویت نداشتن روادید بوده، تصمیمی که به نظر می‌رسد با خواست سازمان‌های حقوق بشری فعلا متوقف شده باشد.
اگر رحف بخواهد به استرالیا برود، ما هم سعی می‌کنیم با ارتباط گرفتن با سفارت استرالیا شرایط را برای او فراهم کنیم. اما اگر بخواهد اینجا در تایلند بماند، باید با کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای پذیرش پناهندگیش صحبت کنیم. اگر نخواهد به خانه برگردد، ما نمی‌توانیم او را به عربستان برگردانیم. سفارت عربستان گفته بود که رحف همچنان پاسپورتش را در اختیار دارد و تنها دلیلی که او را در فرودگاه نگه داشتند این است که بلیت بازگشت نداشته. اما او روز دوشنبه به کویت جایی که اعضای خانواده‌اش آنجا هستند برمی‌گردد. رحف یکی از دخترانی است که در عربستان زندگی می‌کنند اما به دلیل باورهای سنتی جامعه آزادی عمل برای رسیدن به خواسته‌هایشان را ندارند. خواسته هایی که بر اساس آنچه رحف در شبکه های اجتماعی منتشر کرده خواسته ی هر دختر جوان دیگری در سن اوست. درس خواندن، کار کردن، آزاد بودن. ریحانه مظاهری، بی بی سی. مقام های گابون از دستگیری 4 نظامی که در کودتای نافرجام دست داشتند خبر دادند. وزیر ارتباطات گابون گفته نفر 5 همچنان فراری است اما اوضاع کشور تحت کنترل است. ساعتی پیش چند افسر ارتش گابون با تسخیر ساختمان رادیوی دولتی این کشور اعلام کردند که رئیس جمهوری گابون 2 است که برای علی بونگو رئیس جمهوری این کشور به دلیل شدت بیماری نمیتواند در مقامش باقی بماند. علی بونگو از 2 پیش برای درمان به خارج از کشور رفته. خانواده بونگو 50 است که بر گابون حکمرانی میکند. دولت فلسطینی در اعتراض به آنچه که رفتارهای وحشیانه علیه کارکنانش توسط حماس خوانده، کارکنانش را از گذرگاه رفح در مرز بین مصر و نوار غزه خارج می‌کند. این حرکت بر خروجی اصلی کالاهایی که از غزه عبور می‌کنند تأثیر خواهد گذاشت. حماس تصمیم تشکیلات خودگردان برای خارج کردن کارمندانش از این گذرگاه را نشان دهنده قصد محمود عباس برای تقسیم کردن غزه از کرانه باختری دانست. 76th دوره مراسم گلدن گلوب دیشب در لس آنجلس برگزار شد و فیلم‌های رابسودی بوهمی، وایس و کتاب سبز تعدادی از مهمترین جوایز را بردند. فیلم مکزیکی روما هم به عنوان فیلم غیر انگلیسی زبان به موفقیت کم سابقه ای دست یافت. بهمن کلبازی از این مراسم و نتایج آن گزارش می‌دهد. با همه زرق و برقشان آمده بودند تا هم دیده شوند و هم ببینند چه کسانی گلدن گلوب یا کره طلایی را از آن خود میکنند. روی فرش قرمز صحبت از تغییرات ملموس در میدان دادن بیشتر به زنان و اقلیت‌های نژادی در هالیوود هم کم نبود. قطعا پیشرفت‌هایی بوده. تغییر و پیشرفت زمان میبره اما نسبت به قبل وضعیت خیلی بهتر شده. من خودم الان دارم با یک کارگردان زن کار میکنم و در فیلم قبلیم هم اکثریت تیم تولید زن بودن. حرکت رو به جلو که در اهدای جوایز هم خودنمایی کرد. 3 طلایی به فیلم غیر انگلیسی زبان روما از مکزیک از جمله بهترین کارگردانی که در تاریخ 76 سالی گلدن گلوب کم سابقه است یکی از نشانه های تغییر. روما مکزیکو. By this place this very complex lab. سپاس از مکزیک، جایی که من اونجا ساخته شدم. Muchas gracias México. The winner is Green Book. فیلم کتاب سبز هم 2 جایزه مهم شب را برد. Fellow nominees, thank you. Christian Bale for Vice. جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در فیلم‌های کمدی و موزیکال به کریستیان بیل رسید. برای به دست دادن تصویری عمدتاً منفی از دیک چینی، معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا. مرسی از شیطان که ازش الهام گرفتم برای این فیلم. بهترین بازیگر نقش اول زن هم از آن بازیگر فیلم محبوب شد. Bohemian Rhapsody. تیم فیلم بوهیمیان رپسیدی اما خوشحال ترین های شب بودن. زندگی فردی مرکوری خواننده که هم جایزه بهترین فیلم سال را برد و هم بهترین بازیگری نقش مرد در این بخش. مرسی از تو فردی مرکوری که بهترین لذت زندگی رو بهم دادی. عاشقتم مرد زیبا.
این برای توه. شبی خوب برای بازیگران بریتانیایی که چهار نفرشون از مراسم که دقایق پیش پایان پیدا کرد با دست پر به خانه میروند و موفقیت دو فیلم بوهیمین رپسیتی روایت خواننده گروه بریتانیایی کوئین که پارسی تبار بود و زرتشتی و فیلم کتاب سبز داستان یک خواننده سیاه پوست که در دهه 60 با انواع اقسام رفتارهای نژاد پرستانه روبرو شده بود. اینها بیشتر از بقیه حالا به جایزه اسکار امیدوارند. بهمن کلبوسی، بی بی سی، هالیوود. یکی از قسمت‌های دیدنی مراسم گلدن گلوب بخش فرش قرمزه، وقتی که ستاره‌ها لباس‌ها و جواهراتشون رو به نمایش می‌ذارن. این بخش خبری رو با تصاویری از فرش قرمز امسال مراسم گلدن گلوب به پایان می‌بریم.